هلو خوش یکی دیگه از ویدیوهای من بردی هستم از کانال یوتیوب بردی گیمینگ سابسکرایب یادتون نره الان که دارین این ویدیو رو میبینین یا 24 ساعت آینده یا چند ساعت آینده قرار شدولند بیاد و منتظرید نشستید اینجا همه چی رو آماده کردین که شدولند بیاد ولی مطمئنا خیلی چیزا رو حواستون بهش نبوده و یا نخریدین به اون کار رو انجام ندادین من این ویدیو رو ساختم قبل اینکه شدولند بیاد بدونید دقیقا چه چیزهایی رو باید بخرید و چه چیزایی رو انجام ندادید و برین تو این چند ساعته انجام بدید و آماده ای آماده باشین آماده این سو so go. گو اولین چیزی که خیلی مهمه و بدونید اینه که توی کوستینگ شدولند کلا سیستم عوض شده یعنی ما کوست اصلی داریم که شکلش فرق میکنه همونجوری که رو صفحه میبینید و یک سری کوست‌های فرعی داریم که اون‌ها هم شکلشون فرق می‌کنه شما برای اینکه بخواید شست بشید فقط و فقط و فقط و فقط کافی کوست های اصلی رو بزنید ولی با زدن کوست های اصلی لول 60 نمی رسید ولی با زدن کوست های اصلی کاوننتاتون باز میشه همه چیتون باز میشه ولی فقط کافی لول 60 بشید اون یه مقداری که باقی میمونه رو میتونید با دانجن رفتن شست کنید اون مثلا تهش بگیم یه لول اگه باقی بمونه و یا اینکه بونوس ابجکتیو بزنید و یا اینکه در کنار اینکه دارید کوست های اصلی رو حتما میرید اون سایت کوست خیلی راحت رو هم کنارش بگیرید و انجام بدید ولی مثلا اگه یه سایت کوستی بود بهتون میگفت مثلا برید نمیدونم 20 تا ادون ور بکشی 30 تا ادین ور بکشید اون رو نیازی انجام بدید و هیچ وقت هم نیاز به انجام دادنش ندارید الان به صورت آیکون بهتون نشون میده و هیچ وقت داستان بازی رو گم نمی کنید فقط نگاه کنید بالا سر رو ببینید که آیکون مین استوری داره یا نه اگه مین استوری داره حتما باید اون کوست رو بری اگه اون کوست رو نری هیچوقت وقت باز نمیشه دومین چیزی که میخوام بهتون بگم دوست همیشگی هوردا یعنی وارموده اگه هورد بازی میکنین خب 100 درصد وارمودتون همیشه روشنه روشنم هم بمونه به خاطر اینکه اکسپی بیشتری بهتون میده و سریعتر میتونید لول کنید ولی اگه آلینس بازی میکنین از اون جایی که تعدادشون کمتر آلینس ها وارمودتون رو ترجیحاً خاموش کنید بر لول کردن درست وارمود بهتون درصد اکسپریانس بیشتری میده ولی از اون طرف اگه قرار باشه هی بکشنتون و هی گنگتون کنن وسط داستان و کوست و این چیزها هم خودتون اذیت میشید هم داستان بازی رو نمیفهمید هم بیشتر لول طول میکشه و خلاصه بهترین گزینه اینه که حتی اگه هم بازی میکنید وارمودتونو رو اول روشن کنید برید ببینید چطوری است. اگه همه چی خوب بود همه چی اوکی بود که همون ادامه بدید اگه اوکی نبود برید به یه رستت آریا نزدیکتون و وارمودتون رو آف کنید به خاطر اینکه برای اینکه بخواید وارمودتونو رو خاموش کنید هر رستت میتونید انجام بدید ولی برای روشن کردن وارمودتون باید برگردید و بیاید اوگریمار یا استورموین که خب ازت کنند است بریم سراغ سومی چی میتونه باشه آفرین گلایدر و گانشو البته نفهمیده بودید. حالا کاری ندارم گلایدر چیکار میکنه وقتی از یه ارتفاعی به پرید پایین میتونید استفادهش کنید دوتا بال در میارید و مثل هواپیما رو هوا اینجوری میرید واسه خودتون واسه مپ ریوندرس خیلی خوبه خیلی به کارتون میاد میتونید از ارتفاع بپرید و کل اون راه رفتن رو اسکیپ کنید با اعداد دیگه کاری نداشته باشید از یه کوستی روی کوست دیگه برید و کلی حال کنید حالا گانشو چیه گانشو تفنگی روی کفشتون میاد وقتی استفادهش بکنید و با سرعت شما رو به جلو همینجوری پرتاب میکنه برای جایی که نمیتونید مان سوارشید خیلی خوبه برای اینکه بخواید از یه کوسی به یه کوس دیگه برسید به صورت بدون مانت خیلی چیز جوابیه البته توی دمان نمیتونید ازش استفاده کنین و زیاد ارزشش نداره ولی خب یه دبیسای ازش بخرید چهار رومی حتما حتما برید مانت کویپمنتی که نمیذاره دیز بشین رو بخرید دارید کوس میزنید با مانت میخواید وسط یه سری اد رد بشید یه دفعه میزنن دیزتون میکنن و پنج دقیقه وقتتون علاکی میگیرن واسه اینکه این اتفاق نیافته چه کاری باید انجام بدی فقط باید یه ذره گلد خرج کنی یا یه دونه مانت کویپمنت بخری پس یاد نره پنجمی اگه میخوای مغزت خاموش کنی و فقط مثل ربات لول کنی و داستان بازی یا چیز دیگه برات مهم نیست حتما حتما ادان از راست آوتو پایلت رو بگیر یه فلش میاره رو صفت همه کوستار رو کلیک کردن اکسپت میکنه آیتما رو خودش میگیره همه کار رو برات انجام میده تو فقط فلش رو نگاه میکنی و دنبالش میری و کوهستا رو میگیری و تحویل میدی همین کار دیگه ای نمیکنی و رسیدیم به شیشومی به نظرتون چیه؟ آفرین همه کوهستا رو آباندون کنید با کوست لاگ پر نرید تو شدولند نرید اونجا کوهستا رو بگیرید بعد بهتون بگه یور کوهست لاگیز فول حواستون رو جمع کنید حتما 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 حتما, حتماً همین الان لاگین کنید و هر چی کوست دارید چرت و پرت همه رو آباندون کنید میدونم کلی کوست های چرت و پرت دارید الان تو کوست لاگتون و بودید برید اونها همه رو آباندون کنید به خاطر اینکه تو شادورن قرار کلی کوست براتون بیاد و اگه جاتون پر باشه فقط 10 دقیقه یه رو وقتتون رو میگیره که ببینی خب من کدوم کوست رو اول حذف کنم کدوم یکی بعدا نگه دارم و بشین روش فکر کنی همین الان بشین دربارش فکر کن بودو ببینم هفت جم های موومنت اسپید رو بخرید یه 5 درصد داریم یه 3 درصد حتما حتما دو تا آیتم بندازین تنتون که جم بخوره اگرم ندارید نمیدونم برید از اکشن هاوس یه جای یه جوری یه, یه آیتم بخرید که جم بخوره و این دو تا جم 5 درصد و 7 درصد روش بندازید به خاطر اینکه موومنت اسپید بیس کراکترتون میره والا و سریعتر میدوه و همین باعث این میشه که سریعتر کوهستا انجام بدید سریتر بین کوهستا این ور برید و خیلی چیزهای دیگه که گلی کمکتون میکنه و گزینه هشت نداریم گزینه هشت نکته خیلی مهمه که میخوام بهتون بگم دوباره هم اشاره میکنم حتما حتما برای اینکه کاوننتتون باز و بتونید بعد شست اند گیم تجربه کنید دما برید یا جای دیگه باید استوری لاین مین رو حتما بزنید یعنی اگه نزده باشین و 60 بشید کاونانتتون باز نمیشه و بهتون میگه برید کوست های قدیمی رو بزنید و این اذیت کننده است خیلی توجه داشته باشید که ما دیگه لول اسکیلینگ نداریم یعنی 50 تا 60 اگه بسچن مثلا کوست های 51 میده 52 میده بعدا که شما 55-56 شدید برگردید بسچن کوست های شده براتون و دیگه بهتون اکسپرینس نمیده پس اگه میخواید چیزی رو بزنید همون موقع که هست بزنید نگه ندارید بعدا بیاید انجامش بدین چون اکسپرینس کمتری بهتون میده و از اون طرف اینم در نظر داشته باشید هر کاونانت که توی هر سرزمین هست وقتی اونجا دارید لیول آپ میکنید توی کوئس لاین ها ابیلیتی کاونانتش رو بهتون میده برای تست کردن یعنی تو اون سرزمین با ابیلیتی کاونانت کلاستون میتونید بازی کنید و گزیناش رو صفحه هست استفاده میکنید باهاش بازی کنید تستش کنید ببینید با کدوم حال میکنید کاونانت جدا از اینکه حالا یه دونش براتون خیلی خفن نسبت به بقیه یه حالت دیگه هم اینه که اگر نمیخواید اند گیم بازی رو تجربه کنید اگر نمیخواید کلید 25 سی بزنید یا اگه نمیخواید رید میتیک توی متد یا گیلدای دیگه برید اونقدر تاثیر آنچنانی نداره و چیزی که دوست دارید رو انتخاب کنید برای همین تو لول اپ کردن میتونید تستش کنید و ببینید که کدومشون بیشتر به استایلتون میاد با کدوم بیشتر حال میکنید چون وقتی اون رو انتخاب کنید ترانس مود ماند پت و هر چیزی که تو بازی میگیرید از اون کاونانته و از کاونانت های دیگه نیست یعنی واسه کاوننت های دیگه باید آلتتون حالا بعدم بیارید بالا اگه بخواید همه رو داشته باشید و در کنار این در نظر داشته باشید توی اکانتتون با یه کرکتر فقط کافی کل استوریا رو یک بار بزنید کرکتر بعدی رو که میارید یه سیستم جدیدی آوردن که وقتی شما به لول پنجاه میرسید یعنی میاد داخل شدولند یه گزینه براتون میاد که میگه من دیگه نمیخوام مثل حالت کوستینگ لولاپ کنم شما رو همون لحظه با اینکه لول پنجاهی یه حالتی انجام میده برات که همه استوری لاین ها برات کامپلیت میشه ورد کوست ها برات باز میشه کاونات میتونی انتخاب کنی و انگار که لول 60 شدی ولی لول 50 و با بازی کردن اند گیم دانجن رفتن نمیدونم ورد کوست زدن برونز ابجکتیو زدن یا کوست کاونات رو انجام دادن لول آپ میشی از 50 تا 60 و میگن این خیلی راحت تره مخصوصا میگن گروپ های 5 تایی تشکیل بدید و شروع کنید دانجن نرمال اسپم کنید سریعتر لول اپ میشید برای آلتاتون ولی برای مینتون باز هم میگم یادتون باشه حتما مین سوریا رو تا ته بزنید وگرنه خیلی عقب میافتین دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین توی سوشال مدیا یوتیوب تویچ و اینستاگرام منو فالو و سابسکرایب کنید اگر میخواید خرید داخل بازی انجام بدید کانال پرشن بلیزارد و اگه میخوای خبری ورد اف کرافت بخونید کانال و دو گاید تلگرام دنبال کنید خیلی خفنید بچه‌ها شاید میبینمتون ویدیو بعدی فعلا خدافظ